درود به دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان نازنینم، عزیزهای دلم، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتون هستم. اگه موافق باشید با هم دیگه به اتفاق بپردازیم به موضوع جنجال برانگیز و کاملا عجیب امروز. دوستان، چنانچه خاطرتون باشه که حتماً باید خاطرتون باشه چون بیشتر از چند روز از این قضیه نمیگذره. بله، چنانچه خاطرتون باشه در قسمت قبلی فرازمینی ها 595 من یک ویدیو خدمت شما دوستان عزیزم نشون دادم. این ویدیو رو سه شهروند در سه گوشه از کشور فرانسه با دوربین های موبایل خودشون ثبت و ضبط کرده بودن. ساعتی پس از اینکه این ویدیو بارگذاری و آپلود شد، از طرف چند تن از دوستان شبکه متوجه شدم که ای دل غافل پسر چه نشستی؟ این ویدیو میگن که فیکه. ای وای بر من، پس بالاخره مهرزادم ویدیوی فیک گذاشت. دیدی این پسر دروغگو بالاخره دستش رو شد و ویدیوی فیک گذاشت؟ من شرمندم. حالا ببینیم ماجرا از چه قراره. دوستان، ماجرای این بشقاب پرنده به این شکله که حدود 5 شب پی در پی یک فروند یو اف او در چند شهر کشور فرانسه دیده شده. یک شب در پاریس، شب دیگه در یه جای دیگه. شهرهای فرانسه رو نمیدونم دونه دونه بخوام براتون بگم. خلاصه این که در چندین شهر تصاویر این بشقاب پرنده مرموز ثبت و ضبط شده. بنا به گفته یکی از دوستان عزیز شبکه که ساکن کشور فرانسه است، اجازه بدید از رو عینن متن این دوست نازنین رو بخونم. نمیخوام چیزی رو از خودم گفته باشم. ایشون میفرمایند که تصاویر 100% واقعی هستند چون من ساکن پاریس هستم و خودم به چشم خودم دیدم این یو اف او رو. این یو اف او با نور نارنجی رنگ به روی شهر نورماندی ظاهر شد که از همین شهر هم دوستان فیلم برداری کردند، ولی از بقیه مناطق پاریس هم قابل رؤیت بود. حدوداً بعد از 2 ساعت پس از ظاهر شدن این جسم بر فراز شهر نورماندی، تلویزیون و رادیوی پاریس همزمان مردم رو به آرامش دعوت کردند و گفتند که ارتش در حال بررسی است که این جسم چه چیزیه. قضیه از اونجا مشکوک شد که ما صدای هلیکوپترها و جت‌های ارتش رو بر فراز شهر می‌شنیدیم، ولی هیچ وقت اعلام نکردند اون جسم چی بود، یا حداقل من نشنیدم که اعلام کنن چی بودش اون نور نارنجی. متوجه شدید قضیه چیه؟ این شی به مدت چند شب هر شب بر فراز کشور فرانسه جولون میداده. قضیه بیخ پیدا میکنه. رسانه ها، روزنامه، شبکه های اجتماعی، اخبار، همه در رابطه با این شی شروع به سخن گفتن می کنن. 10 متر je voyais ma vache avec un cercle autour. Il y a pas un bruit. Que ce soit le phénomène météorologique, ça semble pas du tout coller hein, puisque les météorites c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus fin. سرانجام دولت مجبور میشه که به مردم پاسخ بده. اینجاست که یک نفر با نام آقای
ریمی گیلارد به دادشون میرسه. حالا این ریمی گیلارد کیه؟ چه کمکی از دستش برای دولت فرانسه برمیاد؟ دوستان، ایشون یک کمدینه. کارش اینه که دوربین مخفی درست میکنه و ملت رو به اصطلاح سر کار میذاره. هنگامی که دولت کاملا آچمز شده بود، این آقا خودش انداخت وسط. به ناگهان اعلام کرد آقا این دوربین مخفی بوده، این ویدیو کار من بوده، ببینید من با این پهباد این ویدیو رو ساختم، همه تون رو گذاشته بودم سر کار، هر 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 هر. فقط برای چند لحظه به پهبادی که ایشون ادعا میکنه با اون این ویدیو رو ساخته نگاه کنید. به سایز این پهباد خوب دقت کنید. به لامپ این پهباد دقت کنید. دیدید؟ به نظر شما آیا این ویدیو با این پهباد ساخته شده؟ گویا خودشم بلافاصله متوجه ماجرا شد. به همین دلیل یک قصه دیگه، یک داستان دیگه سرهم کرد. روز بعد با یه ویدیوی دیگه اومد. این بار گفت اونی که بهتون نشون دادم اون ماکت پهباد بود، پهباد اصلی اینه، بفرمایید. یه پهباد جدید نشون داد که یک لامپ مهتابی زیرش بسته شده. بسیار خوب، ما قبول میکنیم که این همون پهباده، پس بذارید پروازش بده که بیشتر باور کنیم. نگاه کنید به پایه های این پهباد خوب دقت کنید. به سایز لامپ این پهباد خوب دقت کنید. و حالا به من بگید آیا به نظر شما این پهباد همون یو اف اوه؟ من نمیتونم، اما اینجا کار تموم نمیشه، چون خودش هم خوب فهمیده بود که چیزی که نشون داده با واقعیت ماجرا جور در نمیاد. تصمیم گرفتند اون اشخاصی که در اون مصاحبه خبری حضور پیدا کردن رو هم پیدا کنن و اونها رو هم همدست خودشون نشون بدن. حتی حاضر شدن یک ویدیوی مسخره در رابطه با موجودات خاکستری بسازن و نشون بدن که یک بشقاب پرنده در جاده سقوط کرده، که بعداً بتونن اعلام کنن این شخصی که نقش این موجود خاکستری رو بازی میکرد همین شخصیه که با شبکه خبری TF1 مصاحبه کرده. و از طرف دیگه دوباره اومدن یک کلک دیگه هم زدن. این بار اون خانومی که گاوداری داشت و در مصاحبه اعلام میکنه که اون یو اف او به صورت دایره تمام این منطقه رو روشن کرده بود، هیچ سر و صدایی نداشت، ایشون رو هم همکار خودشون جا زدن. من هر چیزی که در رابطه با این قضیه میدونستم به شما دوستان نازنینم گفتم. حالا این شما هستید که باید داوری کنید. دوستان، به نظر شما آیا ویدیوهای کشور فرانسه یک شوخی بود، یک ویدیوی سرکاری بود، یا اینکه نه، چیز دیگه است حقیقت ماجرا؟ قضاوت و داوری باشه مانند همیشه با تو دوست عزیز بیننده نازنین من. و ما بپردازیم به تصاویری که امروز برای شما دوستان عزیزم انتخاب کردم. ششم نوامبر سال 2021، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا. ثبت تصویر به وقت محلی ساعت 23. دوستان، در این ویدیو یک دسته، یک گردان، نمیدونم نامشو چی بگم، یک لشکر از یو اف اوها از منطقه ای به منطقه دیگه در حال کوچ کردن هستند.
Nazi this shit. They still coming. I saw that last week. I thought I was bugging, my nigga, when I saw that right there in North Main. I'm like, yo, what the fuck is this? Look. تصویر بردار میگه تا حدود 20 تای اونا رو من تونستم بشمارم. Still coming. What fucking me up is them lights. You feel me? They not blinking. دوم آگوست سال 2021، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. در رابطه با این ویدیو نمیدونم چه چیزی رو باید بهتون بگم. همینطور که دارید در تصویر میبینید، یک شیء غول‌آسا و غول‌پیکر که بیشتر شبیه به یک سیاره میمونه در آسمون کالیفرنیا دیده میشه. تصویربردار در زیر این ویدیو نوشته که به هیچ وجه چیزی که دیدم خورشید نبود. به نظر شما این چه چیزیه؟ آیا این سیاره نیبیروه یا یک UFOی غول‌آسای بیگانه؟ تا نظر و رأی و داوری شما چه چیزی باشه؟ بیستم اکتبر سال 2021، زمان و مکان نامعلوم. دوستان، در چند ویدیوی پیش در رابطه با ابرهای لنتیکولار یا همون ابرهای عدسی شکل به طور مفصل با شما دوستان عزیزم سخن گفتم. در طی اون ویدیو متوجه شدیم که ابرهایی که حالت عدسی یا همون حالت UFO دارن قطعاً فقط در بالای کوه‌ها شکل می‌گیرن و در داخل شهرها این ابرها به شکل طبیعی به هیچ وجه نمیتونن شکل بگیرن. با توجه به این موضوع به نظر شما این ابر چه چیزیه؟ آیا این ابر لنتیکولار یا همون ابر عدسی شکله یا اینکه یک UFO در پوشش یک ابر؟ یکم آگوست سال 2021، نیدس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. دوستان، این ویدیو یکی از عجیب‌ترین ویدیوهایی که در طی یکی دو ماه گذشته من دیدم. در منطقه صحرای کالیفرنیا دو UFO یا بشقاب پرنده به ناگهان از ناکجا باد سر و کلهشون پیدا میشه و کاملا ثابت و ساکن برای چیزی حدود نیم ساعت معلق همونجا باقی میمونن.
به نظر شما دوستان این چه چیزیه؟ آیا این دو UFO متعلق به بیگانگانه؟ یا اینکه خیر، آمریکا در این منطقه صحرایی داره UFO هایی رو که مهندسی معکوس کرده تست میکنه؟ نظر شما چه چیزیه؟ 12 نوامبر سال 2021، روسیه. نوامبر سال 2021، آلماتی، قزاقستان. ثبت تصویر به وقت محلی ساعت 17. دوستان در این ویدیو زیبا و کاملا عجیب ما دو UFO کلاسیک بیگانگان رو در سال 2021 داریم میبینیم. مدت هاست که من از این دست UFO ها کمتر دیدم. شما چطور؟ Oh.
his eyes as black as coal. My happiness attend him wherever he may go. From Tower Hill to Black Wall, I'll wander to weep and mourn. All for my jolly sailor until he sails home. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me like my jolly sailor Joe. Say